اما آتش جنگ به دنیای ورزش هم کشیده شده. در این بخش از برنامه صبحانه با خبر تازه ترین واکنش ها در جهان ورزش رو در پی حملات نظامی روسیه به اوکراین بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، از آخرین واکنش های مجامع ورزشی بین المللی شروع کنیم. تا این لحظه چه تصمیماتی گرفته شده؟ درود رویا. موضوع مداخله ورزشی ها و اظهار نارضایتی و ابراز تنفر اونها از بروز جنگ از قضا به شدت در کشورهای مختلف اثرگذاره، به این معنا که مسئله تحریم ورزش روسیه به نارضایتی داخلی در این کشور که خب نسل جوان درگیر ورزش هستن، همین الان تیم ملی فوتبال روسیه شرایطش کاملا نامشخصه و این باعث میشه که اعتراضات برای توقف جنگ شدت بیشتری پیدا بکنه. خب در ابتدا تیم‌های سوئد، همچنین لهستان و جمهوری چک گفتن که ما نمیریم و در روسیه بازی نمی‌کنیم. در ادامه اصلا لهستان گفته که هیچ جا با روسیه بازی نمی‌کنیم و پیشتر هم این اتفاق افتاده بود در سال 1992 در آستانه جام ملت‌های اروپا، تیم یوگسلاوی به خاطر جنگ بالکان کنار گذاشته شد، دانمارک در آستانه بازی‌ها جایگزین شد و از قضا به قهرمانی هم رسید. این اتفاق ممکنه برای فوتبال روسیه رخ بده. یا مثلا تیم بسکتبال بلاروس که عازم انگلیس بود، وزیر کشور بریتانیا گفته که ما روادید این تیم رو به طور کامل لغو کردیم و از کشورهایی که شریک تهاجم به اوکراین هستند پذیرایی نمی‌کنیم و به استقبال اونها نخواهیم رفت. حالا IOC، کمیته بین المللی المپیک، هم از همه فدراسیون‌های جهانی خواسته که همه رقابت‌هایی که قرار بود در روسیه یا بلاروس برگزار بشه رو لغو کنن، به یک کشور دیگه میزبانی داده بشه و از طرفی در رقابت‌هایی که روسیه شرکت می‌کنه و مدال می‌گیرن از پرچم و نواخته شدن سرود ملی خبری نباشه. اینها تازه در روزهای آغازین جنگیه که همه امیدوارن زودتر به پایان برسه، ولی اگر ادامه داشته باشه تجاوز روسیه به اوکراین، احتمال اینکه حتی کل ورزش این کشور همچنین بلاروس با محرومیت مواجه بشه بسیار زیاده. مثل عکس العمل تیم ها و قهرمانان ورزشی همچنان ادامه داره، میتونی به چند مورد اشاره کنی؟ خب با توجه به اینکه شهردار کیف یکی از محبوب ترین بوکسورهای تاریخ و به همین خاطر ویتالی کلیچکو خودش اصلا مستقیم با مردم دنیا داره در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنه، از اون طرف گری کاسپاروف شطرنجباز، برترین شطرنجباز تاریخ، او هم منتقد پوتین و سیاست‌های او، به شدت دارن روی جامعه ورزشی دنیا اثرگذار ظاهر میشن. دیدیم که خود روس‌ها هم وارد معرکه شدن. رومن ولاسوف، قهرمان کشتی فرنگی المپیک از روسیه، ابراز نارضایتی کرد از اینکه داره این جنگ ادامه پیدا میکنه و بعضی قهرمانان روس هم که واکنش نشون ندادن، مثل حبیب نورماگمدوف، تمام کامنت هاشو مردم از نقاط مختلف جهان پر کردن با پرچم اوکراین. از ایران هم خب علی دایی واکنش نشون داد در استوری خودش. یه اتفاق جالب هم در تنیس دبی رخ داد، جایی که آندری روبلف روس به فینال رسید، روی دوربین نه به جنگ و امضا کرد. جالب، حریفش جیری وسلی از جمهوری چک در فینال هم، او هم که بازی نیمه نهاییشو برد، او هم روی دوربین این امضا رو زد و به طور کلی جامعه ورزش اروپا خیلی واکنش مشخصی رو داره ارائه میکنه و ابراز تنفر از اینکه چنین جنگی در اروپا در گرفته و همه خواهان توقف فوری جنگ و خروج نیروهای روسی از خاک اوکراین هستند. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. سپاسگزارم.